با درود به مردم ایران، به مردمی که تو این سرمای زمستون دلای پر از گرم دارین و میدونم که خیلی سختی هاست، ولی شما مهربانان با هم زندگی میکنین. هفته دیگری با ما بالاخره ما گیلونین عزیز بایم دوباره در خدمت شما. خیلی خوشحالم که شما دیدم. امیدوارم که همیشه شاد تندرست در این سرمای زمستانی بتونین که دلهای گرمی داشتین، که خانوادگی با هم بنشین گرم و گرم. الان شب هم ایسوره، شب جمعه، بالاخره دور هم نشتین. خوشحالم که شما رینم. به هر حال هفته دیگه با ما باز در مقابل دوربین در مقابل شما ایستیم. خواهیم که با هم یه کلگبی بداریم، یه گفتگوی صحبتهای خودمونی که در مسائل که خداوند برای ما چیکار کنه با هم بگیم. اول اینکه اعتماد کردن به همدیگه خیلی خوبه. ما به خیلی آدمان اعتماد کنیم. همیشه دوست داریم که بهترین رفیقا، بالاخره پدر، مادر، خیلی اعتماد داریم بهشون که هر کاری کنیم اعتماد داریم که دونیم که همه به یک کاری که انجام دینه واقعا انجام دینه، یا اگه یک کار بزرگی بهش بسپوریم دونیم که همه و انجام دینه. چقدر خداوند اعتماد داریم اما. چون چیزی که نینیم اعتماد ما خیلی ضعیفه. مثلا شما فکر بکنین که الان شما دارین یک سفر خارج، از ایران بلیط اگینین، شنین هواپیمایی بلیط اگینین که بشین یک کشور دیگر، آیا داری اعتماد داریم به او کسی که او هواپیما منیشترین؟ شما هیچ وقت نشینیم به خلبان هواپیما نگونین که آقا تو این لایسنس از کور آیتی، از کدوم کالج دنیا آیتی، چقدر پرواز داشتی، چند ساعت پرواز داشتی، آیا مو اطمینان تینم بگونم با می هواپیما منیشم؟ نه، همینجوری اعتماد کنیم به او، شنین یک در صندلیس نشینین و از او کشور شنیم به مقصدی که خم بشین، از مبدا شنیم به مقصدی که مثلا انگلیس به اون هر جای دنیا خم بشین. شنین بدونی که بپرسین که آیا تو لایسنس از کور آیتی، چقدر ندونم هواپیمایی پرواز داشتی. ولی اعتماد ما چقدر به خداونده؟ واقعا اعتماد ما چقدر به خداونده؟ ما تینی مردم اعتماد بکنیم بعد به خداوند اعتماد منیم بکنیم؟ خدایی که تمام دنیا در دستای اونه، خدایی که ما را از خاک درست آورده. بعضی یعنی قبول ندارن که ما از خاکیم، بعضی هم گونن که امو از نسل میمونیم. بنده نیم، واقعا مو از نسل امو خاکم که خداوند ما درست آورده. مو من نسل میمون رو ندونم، حیوانات ندونم، ما نسل آدمیون دونم. برای اینکه الان شما ویتامین هایی که خونین، همین ویتامینون هر چیزی که در خاک وجود داره در بدن شما وجود داره. روی، مس، آلومینیوم، ندونم خیلی ویتامین هایی که شما الان خورده دارین به توسط یک کپسول خونین یا یک قرص خورده دارین، همه ایشون در خاک وجود داره. بس نشون دینه که ما از خاکیم، از خاک درست آباییم، نه از میمون. توجه بودی؟ بنده خب مقبول دارم که از خاکم باید خداوند ما درست آورده، از نسل میمون و چیز هم نیم، از آدم عبایی که خدا درست آورده همونم. خداوند همیشه به ما گونه که آقا مثل مار هوشیار باشیم، مثل کبوتر بی آزار. نه که هوشیاری مو باعث بون که به مردم ضربه بزنم یا سر مردم رو کلا بنیم یا بخوام مردم مثلا اذیت بکنم، نه. همین که هوشیارم، حکمت از خدا وقتی اگینم با حکمت زندگی کنم که بتونم واقعا با مردم چطوری برخورد بکنم. ما هنوزم تو ایران متاسفانه الان مدت هاییست که امو حدود 30 خورده یا نمیدونم شاید 38 سال که الان جدیدن انقلاب بودیم، مردم با هم اعتماد ندنن اصلا به طوری کل، اونطوری که قبلا اعتماد داشتن. یا اگر هم اعتماد کنن، یا یه کاری هم که خنن هم دیگر هم انجام بدن، او کار تا منفعتی برای یک طرف تنبون نشن او کار نکنه. مثلا بندشن هم یه کاری برای شما کنم،
اول منفعت خودم نگاه کنم، ببینم چی منفعتی داره و یا آیا این کاری که فلانی بودم آیا بعدا دفعه دیگه یک کاری داره میبه انجام دینه. همیشه همینه. خداوند گونه موقعی که تو کمک کردی به یک حتی دست راست چپت باید متوجه نه اون به کسی کمک کردی. اگر هم که من کمک کردم یه نفر در راه خدا کمک کردم، نه اینکه بجوم جار بزنم همه جا بله بنده کلی پول به ایره دینم، کلی کمک به او کنم، همه کسی کمک کنم، نه این گفتار. اگر هم خانی مثلا برکتی هم اگری از دست مردم خواه اگری از خدا انگینی، ولی تو در نهان خودت چنی مردم کمک کنی خداوند برکت صد برابر بهت دینه، صد برابر. الان هم که تازگی داب بابا که مردم همدیگر نگاه کنن او فلانی چی دانه مثلا معلومی بس خیلی خرابه، مثلا خب تا حدودی میتونم این زندگی بگردونم، ولی شنم یه نفر دیگر نگاه کنم، یه نفر دیگر خونه میشنم اینا او مبل فلانی دانه، تلویزیون همچن دانه، ندونم گازش وجوریه، ندونم یخچالش فلانه. همیشه نگاه کردم که منم ثبت بگیرم، چرا او فلانی دانه چرا من ندارم، چرا او یکتی من اونم همچی مسافرتای کنه چه. ولی هر کس در حد خودش زندگی کنه، اگر هر کس در حد خودش زندگی بکنه و این زندگی قانع به اون به زندگی، باور بکن که آدم زندگی سالمتری دانه، با آرامش بیشتری تینه زندگی بکنه. وقتی موشنم یه جان نگاه کنم که آقا او فلانی این دانه من ندانم، خب این آرامش من هم از بین بینه. به هر حال شنم خودم هم اون نگاه کنم، شنم یک چیزی هینم ابینم خونه من نینم، ولی او پولش بالاخره باید دادیم دی، باید بیشتر کار بکنم، باید بیشتر فعالیت بکنم، بیشتر پول در برم و بین پول نرسنه بعدا ای خم با عصبانیت بم بیرون مردم ها برخورد کنم خیلی با عصبانیت چی فایده دنه. اگه ماشین دنم با یه دون ماشینی که من را ببره سالم ببون خراب نبون چی بون، حتما بایستی مثلا بی ام دبلیو بون یا منو مرسدس بنز بون یا منو همین ماشینم هم که دنم خدا رو شکر کنم که برای این ماشین دنم، یه چیزی که زندگی که دنم خداوند بدهکار نیم جایی تینم بالاخره زندگی ایمون دنم که خدا بالای سر منه. وقتی بنده هیچ هرسی تمایی به کسی که ندارم خودم هم راحت‌تر زندگی کنم، وقتی آرامش بداریم با زندگی که با هم کردیم خیلی با محبت‌تر با هم برخورد کنیم، خیلی با هم کمک کنیم، تینیم بهتر با مردم زندگی بکنیم. ولی نه، اگه نگاه ما همیشه به این و او ببون، همیشه به اون که آقا او چی دانه یکتی چی دانه ولون، زندگی میشه هم آشفته بنه، داغونه بنه. خداوند در مزامیر داوود، مزامیر 37 داوود گونه که به سبب بدکاران خود را آزرد خاطر مکن، بر آدمای شرور حسد مبر، آنها مانند علف بیدوام به زودی پژمرده شده از بین خواهند رفت. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن تا در زمین خود در کمال امنیت زندگی کنی، با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. خودت را به خداوند بسپار و بر او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد، او از حق تو دفاع خواهد کرد و خواهد گذاشت که حقانیتت تو مانند روز روشن بر همه آشکار شود. در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبایی منتظر عمل او باش. به کسانی که با نیرنگ حیله در زندگی موفق می شوند حسادت مورز، خشم و غضب را ترک کن، خاطر خود را آزرده مساز تا گناه نکنی. کسانی که در انتظار خداوند را میکشند از برکات او برخوردار خواهند شد. بله، اشخاصی که شرورن واقعا، اما همیشه حسد برده داریم که آقا او مرده پول دنه، چطوری در برده، چطور شدره، آقا او ای کار کردره. بجوزی که خودمونو نابودا کنیم و اطرافیانمونو نابودا کنیم چیز دیگه نه. وقتی مو کسی دیگر نگاه کنم زندگی چیه، اگه همین زندگی خودم نگاه بکنم، با زندگی خودم بشم جلو، باور بکن با آرامش خیلی بیشتر شنم جلو. واقعا به خدا ایمان بدارین، به خدا اعتماد بدار،
آخه مسئله اینه که ما وقتی یه دعایی هم کنیم خانیم که مثلا گونیم خدایا مثلا این گرفتاری دنم اگه تو خدایی تو وجود دنی گرفتاری میبه درست کن خداوند درست کنه ولی ما عجل دنیم خداوند به زمان خودش همه چیز درست کنه هر چیزی زمانی دنه برای خودش اگه خدا خانه یه چیزی دعایی که بودم خانه اجابت بکنه اگر زمانش ببون به منفعتمون ببون خداوند انجام دینه ولی چیزی که به منفعتمون نه خدا هیچ وقت انجام ندینه چون خدا نخانه مو که با کم در چالی هستم با کم در چا خانه از اون چاله ما بیرون بره وقتی در توفانهای زندگی هستم این توفانهای زندگی اولش ما سازنه برای اینکه از این توفانان تینم قدرت بیشتر تجربه بیشتر و بهتر زندگی کردن یاد بگیرم ما متاسفانه ایرانی من الان تا یک مشکل برخونه اولین چیز مثلا دو تا راننده هم دارن هم دیگر همه شدن یک جای کوچیکی رسنن هیچ وقت هیچ کدوم به نفع یک دیگر کنار ننن او گونه آقا تو بشود دنداغه بگیر بعد مو اول ردوام یک تو گونه نه برای اینکه این مسئله ای که آدم از درون داغونیم وقتی درون ما آرامش بداره همش یک ثانیه هم طول نکشنه آقا بفرما تو بشو وقتی او اینه ای کار تو انجام بده ایشنه برای دیگری او کار انجام دهنه هر کمکی که از این دست کنی مردم یاد گینن و بخاطر همین یاد گینن شنن چی کنن او یکی هم دست او یک نفر دیگری گینه او یکی هم دست یه نفر دیگری گینه الان در این فصل زمستونه خواهشن اگر دستتون به دهانتون رسنه واقعا الان خیلی هم محتاج کمکن خیلی شما که در فیسبوکون همیشه نگاه کردین سرچ کنین همیشه نگاه کنین در فیسبوکون نگاه کردین که چی بدبختیانه بعضی موقع نشون دهن مردم در گور زندگی کردن در بدبختی های بیش از حد هر کس زندگی خودش نگاه کنه خدا رو شکر بگن بگو خدایا من همین که نفسی الان کشنم می زندگی به پیش یادره ممنونم از خداوند تشکر بکنی که برکات زندگیتون زیاد بگون شاید الان این فرما بگو بابا تو در جای گرم نیشتی بازه من چند بار الان اینه بودم جای گرم نیشتی حرف زیادی نه مو جای گرم ننیشتم حرف نزیدم هر جا مشکلات خودش داره در آمریکا ببی در اروپا ببی در ایران ببی در افغانستان ببی در آذربایجان هیچ فرقی نکنه هر کس هر جا با گرفتاری خودش داره ولی آرامش وایسی از خدا هگیری اگه در آرامش خدا زندگی بکنی زندگیت خیلی راحت پیشنه اگه در آرامش خدا نبی همیشه درونت آتشه ندونی چی بکنی واقعا ندونی چی زندگی چی بکنی ولی در آرامش خدا بایسی باور بکن که زندگیت خیلی راحت‌تر پیشنه به هر حال خیلی خوشحالم که هفته دیگه بو با شما ایسم و ایمان دارم که روزی ببون که این تلویزیون بودجهش بداره که بتونیم در آنلاین که الان ایستیم در ماواره بیسیم و ایرانیان عزیز بین ما بیشتر برنامه‌ای که داریم بخاطر اینکه در داخل ایران بشون و ایرانیان واقعا اون نجات خداوند بگیرن افکار مردم عوض آبون الان افکارون خیلی آشفتن مردم همه سر جنگ دنن همه با هم دعوا دنن خانیم که افکارون عوض آبون خانیم که فکرون باز آبون بیشتر تینه الان در تکنولوژی ایستم که شما یک تا کلیک کنین یک دونه کامپیوتره تینین در همه وبسایتون بشین در این وبسایت های مسیحی بشین خیلی الان اما شما نگونیم که آقا همین الان شما چون در رابطه با مسیح صحبت کردیم گونیم که آقا مسیحی ببین نه هیچ که کورکورون نشنه هیچ وقت یه چیزیه هیچ که شما نگون آقا بین امی الان مسیح ببین نه بشین مطالعه بکنین آیا بین مسیح بشناسیم ببینیم مسیح کیسه چی کارون بوده ای فقط پیغمبره یا اینکه نه کارهای عظیمی دیگه هم بوده بشناسیم وقتی بشناختین خودتون رو به خدا نزدیک بودین اون موقع خدا برای شما بازا کنه عیسی مسیح انه به خوابتون به رویایتون حتی در روز انه در با شما صحبت کنه
فکر نکنی که یه همه مثلا افسانه، نه هیچ افسانه یه وجود ندنه. افسانه شاید وجود بداره، خیلی افسانه های دیگه، ولی این خداوندی که معرفی کردیم افسانه نه. حتی در کتاب قرآن هم بمیشته نه که عیسی مسیح چقدر معجزات بوده، عیسی مسیح از یک باکره به دنیا بمه، عیسی مسیح کی بود، حتی در قرآن هم بمیشته نه. ولی شما قراره بیشتر عیسی مسیح بشناسین، پشین انجیل عیسی مسیح در آنلاین پیدا بکنین بخونین. دونم اینترنت اونم رو ضعیف هم، ولی با اون اینترنت ضعیف شما هر جا بشین، مثلا خیلی وبسایت دونن نه. ما الان یا الان ما یاد نه که کدوم یکیسه، یا به خاطر ندنم الان کدوم، ولی شما هر جا بشین بزنین مثلا انجیل عیسی مسیح، هزار تا وبسایت با زبانش میبه شما تینا. ولی انجیل اصلی یا نه انجیل برنبا بخونین که الان در ایران هن نه خودشون الکی بمیشتن، گونم بعد از مثلا مسیح که یه نفر هنه بنام فلان کس رو بیساکت، نه انجیل اصلی. انجیل اصلی شما تینین بشین از مثلا یک دونه کیسه ایلام زنده، تینین بشین در وبسایت ایلام زنده بخونین. خیلی خیلی وبسایتون ها نکی تینین راحت او انجیل پیدا بکنین. ولی به خاطر اینکه خودتون آرامش بگیرین، یک بار بشین انجیل بخونین. خودم هم اولی تو بوم، این ترس همیشه در دل ما هن نه. چون از یک بکران یعنیم که ما یه چیزی دیگه بودن، از یک مکتب یعنیم که یه چیزی دیگه به ما بودن. بخواییم مکتب بشیم باز کنیم، یا بشیم یه مطالعه از مکتب دیگه بکنیم، این ترس در دل ما نه. خودم هم همینجوری بودم، اینقدر ترس در دل ما نه بود که گفتم وای نکنم مثلا بعضی اونگونه اگر بام این طرف سر خدا کلا ندارم. در صورت که ایتو نه، تو که اما داری خدا بشناسی چطور سر خدا کلا نینی؟ تو اما داری خدای واقعی بشناسی و با او خدا زندگی بکنی و دست خدا در زندگیت بمون. همیشه تا نشناسی که من نیبشی جایگه، همینجوری کورکورانی که من نیبشی مثلا الان آقا من چو آقا گونم مسیح خیلی خوبه، من هم شنم مسیح بنم، نه. یا مثلا فلان دین خیلی خوبه، من هم شنم همچین دینی بیده، نه. باید با مطالعه بون. ما متاسفانه ما همیشه حتی حاضر نبیم اون کتابی که او دینی که داشتیم همون کتاب هم بخونیم، حاضریم همون کتاب هم بخونیم، حداقل کتابانو بخونیم. الان سابق ایرانی خیلی کتاب خوندم، ولی الان میسی که خیلی درصد کمی هستن که مطالعه کنن، چون برای اینکه زندگی های ذره مشکل ها با بخاطر همون مردم دیر رو به کتاب نبینن. ولی خواهشن بشین بخونیم، مطالعه بکنین به این خدایی که به شما معرفی کردین. بشین در وبسایتون نگاه بکنین، آنلاین میم بگردین پیدا بکنین، انجیل بخونین، حقیقتا انجیل بخونین و از خدا کمک بطلبین. هیچی بهتر از کمک خدا نه. تو از خدا کمک بطلب، اگه خدا تا کار نوده تیبه در زندگی، بعدم بگو آقا شما همه چرت و پرت گونده. مو یه روز یه جایی سوام یک کار کردم، یه دوه برگشتم که او طرف نگاه کنم، شب بود، حساب کتاب کردم، یه دوه بدیم دو نفر آدم با من درون با اسلحه. یک بار بودم ای خدا ایشون کیسن با من؟ همین که بودم یه نفر با اسلحه با من میجلو، با من میجلو که مثلا او پولایی که ورن نبو خواست بگیره دی، اصلا با من بود که او صندوق بزنه دی، نمه که می جمال نگاه بکنه یک کسی کار بکنه. دو نفر بود، یه نفر او زاکون کارمندای دیگر نگاه کرد و یه نفر با من به طرفم بود. ولی باور کنین فقط از خدا کمک بخواستم، دیواری ما بین من و بایی پسره ای که اسلحه داشت روبرو می سابو هیچ ما نیست بینه، دیدش کورا با دیوار کشیده و روش درست روبروی ما ایسا. شاید باور نکنین شما، ولی این حقیقته. حتی پلیس با من او کامره نگاه بوده، تمام فیلمش نگاه بوده، بده که یه نفر با اسلامی روبروی سه. ولی خداوند اون موقع میبه دیوار ایجاد بوده که او من نینه، فقط یه نفر یه زاکونی که بغل دستمون نیشت ایسا بورد سندلیس نیشت و یه ذرین دست معلوم بود، فقط اونو تینس بینه اونو دست بیت بورد و $300 از اونو جو بیته با چند نفر زاکونی که ایسا بون بده اوشان پول نانم بیرسن بوشان.
این کار کی بود؟ کار خدا. ما همچی چیزی بهش توسوم، یه دفعه بهش توسوم که در آلمان یک دونه آدم از مرز آلمان، از مرز منون، از مرز اتریش مثلا بوشون آلمان، یا از لهستان بوشون آلمان، ندونم از کور بود، ولی در اون مرز زمستان بود، وقتی در مرز همشنی پولیس های مرزی ایسا با سگای ایسا که از دور دست از هزار متری تین بو تشخیص بده که یه نفر آدم ده. در صد متری بود سگ تشخیص بده که یه نفر از او طرف آمده، ای طرف داد کنه پولیس هم دنبال سگ شنه که او پسره بگیره نی. وقتی پسره این سگ و با پولیس آمده رو خوش طرف زانوز یه نگونه ای خدا مکیده یه ره کسی ندارم، جستو یه ره هیچ کس نیست، خدایا تو اگه تینی یه کاری انجام بدی میبه این شهادتمو بشت و سوم یه نفر گواهی بده با همچی چیزی. ولی گوتم مگه بنا همچی سگ با ما اون بغل، پولیس با ما اون بغل، بغل درختی سابو این ندین سگ ساکت آبو یک تو دور بزیه پولیس هم یه دور بزیه بری سابو شو. این کار خداونده که پولیس او سگ ننوره که بگه آه نه امو یه پارتی بازی کنه، یه ایم نه او تره بیسه الان دیگه اماده رو بده با خوشه با که نبنه. پولیس های مرزی اروپا خیلی قوین، یعنی یک پرنده من نیاز او طرف رد داون. اینمو بش دوستون، ولی وقتی هم این چیزی که می با کسی که با اسلحه و می برجی می روبوری سابو همش یک قدم هم فاصله نشتیم، کار خدا، فقط کار خدا بود. حتی پلیس از اون بپرسه چطور ایتن ندی، بودم خدا دیوار بکشه هره چون ایمان من نیست بینه، خنده کنه، بودم بس چی تو باید خنده بکنی؟ برای اینکه اگه باور بداری که خداوند باور بداری، باور کن که خدا تا حفظ بدواره. خیلی چیزون نه، منتها فقط باور و اعتماد ما، توکل ما به خدا بون، اعتماد بکنیم به خداوند، به عیسی مسیح اعتماد بکنیم، بشین معجزاتش بخونیم. این خدای شفادنده، خدای برکت دهنده، خداییست که هر لحظه اعلام بکنی با همیشه در زندگی ایسه. روی خداوند وقتی با بر روی بدن تو بیسه و روی خدا تا کنترل بکنه، بدونی که همیشه خدا تا کمک کنه. کارگردان عزیز میسی که زیاد صحبت بودم، اگه یک دونه ترانه یه سرودی هر جو که خودت دنیا میبینید یا یه ترانه بیزار بکنید.
وجودتم، تشنه حضورتم، درخواست کنم منجیم همیشه باش رهبرم. با سلام دوباره اومدم کارگردان یک کارت قرمز به من داد گفت زیاد از هم صحبت کردی. منم الان فقط یه آیه براتون میخونم، خداحافظی میکنم. در امثال 11:27-28 میگه اگر در پی نیکی باشی مورد لطف خدا خواهی بود، ولی اگر به دنبال بدی بروی جز بدی چیزی نصیب تو نخواهد شد. کسی که به ثروت خود تکیه کند خواهد افتاد، اما درستکاران که بر خدا تکیه میکنند مانند درخت سبز شکوفه خواهند داد. با شما را همه را دوست دارم. وقتم خیلی کوتاست، به ما کمک مالی بکنین که این تلویزیون ما برای تو ماواره تا بتونیم بیشتر وقت بیشتری بگیریم که بتونیم با شما صحبت بکنیم. به هر حال خدا حافظ شما. تا هفته دیگه همه تون دوست دارم. به امید خدا به خدا میسپارم شما را. خدا حافظ.